آشامیدنی شده. اعلام وضعیت اضطراری به مقام های این ایالت امکان میدهد تا برای کمک به مردم از بودجه فدرال استفاده کنند. تا به حال نزدیک 60 نفر در آمریکا بر اثر یخبندان جان باختند. امید شکری تحلیلگر ارشد دیپلماسی و امنیت انرژی در مرکز تحقیقات گالف استیت آنالیتیکس از واشنگتن دی سی با ما هستند. آقای شکری، به نظر میاد که خصوصا وضعیت انرژی در تگزاس بسیار بده. بله، میدونید که تگزاس یکی از ایالت‌های مهم و حیاتی در امنیت انرژی آمریکا و در صادرات انرژی آمریکا هستش. در بخش انرژی های تجدیدپذیر پتانسیل انرژی بادی تگزاس در رتبه پنجم جهانی است و در حدود 31,000 مگاوات هستش. طوفانی که از هفته قبل شروع شده نه تنها باعث شده که تولید برق از توربین های بادی متوقف بشه، همچنین باعث شده که گازرسانی و تولید گاز و همچنین ظرفیت تولید پالایشگاه های نفت و همچنین تأسیسات تولید LNG که بیشتر صادرات LNG آمریکا از پایانه های تگزاس انجام میگیره به وقفه بر بخوره و 4 روز پیش فرماندار تگزاس با هدف اینکه بتونه بخشی از نیاز مورد گاز مورد نیاز تگزاس رو تامین بکنه به خاطر افت فشار از همه شرکت های تولید کننده گاز خواست تا 21 فوریه یعنی فردا از صادرات گاز به ایالت های دیگر و سایر کشورها از اون مکزیک خودداری بکنه. اهمیت تگزاس مثل اهمیت خوزستان در بعد انرژی برای ایران هستش. در این صورت ممکنه که مشکل بزرگتر از آنچه که هست بشه، به خاطر اینکه تصاویر رو وقتی ما میبینیم به نظر نمیاد که این برف و بوران و یخبندان حالا حالا دامنش جمع بشه. بله، میدونیم 10 سال پیش یک گزارش منتشر شد که در اون از مقامات ایالت خواسته شده بود برای موقعیت های اضطراری مثل موقعیت هفته قبل که برف و باران به شدت میاد به خاطر تغییرات اقلیمی خودشون آماده بکنن، ولی مقامات محلی و ایالتی زیاد این گزارش جدی نگرفتن و امروز میبینیم که وقتی چنین موردی 10 سال پیش بینی شده، وقتی تمهیدات لازم اندیشه نشده هم ایالت مشکل برمیخوره و هم امنیت ملی و امنیت انرژی آمریکا. اگر آمریکا نتونه این دولت جو بایدن در اول ماه ریاست جمهوری خودش نتونه در کنار دولت ایالتی که جمهوری خواه هستش این بحران رو مدیریت بکنه، برای آینده و برای جلب رضایت مشتریان انرژی خودش به مشکل برمیخوره. در مورد ابعاد این برف و باران و مشکلات ارزی امنیت انرژی در تگزاس اینا اشاره بکنم که صنایع کارخانجات مهم و صنعتی شمال مکزیک که گاز و LNG خودشون از تگزاس وارد میکنن در این چند روز بیش از 3 میلیارد دلار صدمه دیدن و با توجه به اینکه هنوز مشکل به طور کامل رفع نشده انتظار میره که هم صنایع ایالت تگزاس متحمل میلیاردها دلار خسارت بشن و هم صنایع شمال مکزیک که گاز خودشون رو از تگزاس وارد میکنن. اگر دولت آمریکا و دولت ایالتی نتونه این دامنه بحران رو در هفته های آینده مدیریت بکنه، هم میشه انتظار داشت که قیمت نفت دچار نوسان بشه و افزایش پیدا بکنه، چرا که قیمت نفت برنت به بالاتر میزان خودش دیروز رسید به 65 دلار که در 13 ماه گذشته بی‌سابقه بود. و خواهش می‌کنم. بسیار ممنونم از امید شکری، تحلیلگر ارشد دیپلماسی و امنیت انرژی.